وای آمو ولم کن. وای آمو ولم کن سر صبحی. سلام، اینجا شیراز، یکی از باحال‌ترین شهرهای ایران، و من در این ویدیو میخوام همه چیز درباره شیراز رو بهتون بگم. با من باشید لطفا. اول این رو بگم که شیراز هولوش 1.5 میلیون نفر جمعیت داره، حتی بیشتر، چون دقیقش رو نمیدونم، و پنجمین شهر پر جمعیت و مهم ایرانه که در زمان بویان، صفاریان و زندیه اینجا پایتخت ایران بود. توی شیراز یکی از فالوورامونو دیدم. درسته من چرا خاموش سفر میکنم، ولی بعضا هستن کسایی که لطف میکنن. اسمتون آقا؟ کریم جهانشاهی. آقا کریم، آقا کریم اینجا کجاست؟ یه خورده شما بیشتر توضیح بده. اینجا بهش میگن محوطه بازار وکیل. محوطه بازار وکیل، مسجد وکیل، یه قسمتی از مجموعه مسجد وکیل و بازار شمشیرگرها و حمام وکیل. دوستان، اینجا بازار وکیل یا شمشیرگرها، یا اینجا مسجد وکیل، اونورم همونه. یه جمله ناب شیرازی. ارادت داریم کاکو. کاکو ارادت داریم. کاکو نه، کاکو. کاکو مرسی، ارادت داریم کاکو. قربونت برم. با هم دیگه بریم داخل مسجد و یه چشم میام الان یه نگاهی بکنیم به مسجد وکیل. اینجا ورودیشه، اینجا تیکت میفروشن، قیمت هر کدوم 10,000 تومان. آقا دوستم اینجا یه نمایی از این مسجد رو به این صورت ما ببینیم. من قبلا اینجا دو بار اومدم. یه بار یادمه که دوتا توریست چینی رو آورده بودم، دوتا خانم بودن، 4 سال پیش. یه بارم قبلا اون اومده بودم. بعد قسمت شد که اینجا رو یک بار دیگه به شما نشون بدم. داخل مسجد وکیل یه همینچین حوشه‌ای وجود داره. کار میکنه آخرین همچین حوشه‌ای وجود داره. اون قسمتی که میبینید پر از ستونه، ستونهای تو در تو مارپیچ خورده. هم الان هم به این صورت نصیب شد که خودم از خودم عکاسی کنم. چه نمایی، چه نمایی، چه نمایی. بنیامین باشه همه جا رو به شما نشون بده. خدا وکیلی ستونها رو ببینین، خیلی معماری باحالی داره و لذت بخش. بیرون حمام وکیل یه همچین فضایی وجود داره که کلی کافه های باحال، فروشگاه ها و گالری های کوچیک که کار هنری انجام میدن وجود داره. واقعا آدم از دیدن این فضا کیفور میشه. سلام. سلام. کی برد آقا؟ مشخصه این داری؟ نگو تو نازم مشخصه. نتیجه قبل شما بابر بود. مشخصه دیگه. ببینم بازنده کیه، برنده کیه. نتیجه قبل واقعا اونی که میبره عکس ازش بگیر، مشخصه اینا. One marks. بازی تخته خیلی رایجه توی شیراز، درسته؟ آره. آقا دیم خیلی یاد بگیر. دو هیچ. نه مرسی، خسته نباشه. خیلی خوشش. بریم سراغ گالریایی که اینجا وجود دارن. هم کدومشون دارن من خودتی یه کار باحالی انجام میدن. یکی از چیزایی که اینجا وجود داره گیلیم بافیره که این دوست عزیزمون با تمام هنرمندیش داره اینجا. سلام، خسته نباشین. انشالله به این هنرمند گیلیمه دیگه اگر اشتباه نکنم. اسم شما چیه آقا؟ آسما. خیلی خوشحال شدم آقا، سپاس، مرسی. این گالری ها رو ببینیم با اصلا
خیلی خوب. نه نه. چی من قبلا که شیراز اومده بودم این عروسک رو خیلی دوست دارم و چند تاش تو خونم خریدم که برام با دیدن اینا دوباره. میگن که شیراز هستش و گالری هاش وارد یکی از گالری های خیلی دوست داشتنی در شیراز شدیم به اسم سکاج. همینجوری هم که میبینید نزدیک به محوطه مسجد وکیل هست. چقدر اینا با مزه است. خدا من یعنی دلم برای اینا رفت. آها ایشون هم مدیر این فروشگاه هستن. تو این فروشگاه باحالی که میبینید خانم برزو میخواد یه تیکی کلام باحال شیرازی رو به ما بگه. وای آمو ولم کن. وای آمو ولم کن سرسوبی. سرسوبی. یکی دیگه؟ نمیتونم الان. نمیتونیم الان. سپاس از لطف و مهمون نوازیتون خانم. خدا نگهدار. سلام خسته نباشید. این جغجغامون چنده؟ جغجغه است؟ بدون همین همین نه آره. این فرفره است. فرفره ببخشید جغجغه فر چنده فرفره همون؟ قبله همون. نه یه دونه لطفتون به من. چه رنگ خودت دوست دارم؟ و چه رنگی خودم دوست دارم؟ نه. هر رنگی که قبله. خانم شما هم مهمونه من. آره. نه خواهش میکنم اینجوری خواهش میکنم زن زندگی خانم آزادی. مرسی. خواهش میکنم یه دونه از این خوشگلش به من بده. چه باحال. حاجی خواه چند سالتونه؟ من 70 خورده. یه کلمه باحال شیرازی به من بگو. من اول شیرازی نیستم. خب کجا؟ شیرازی هم دوست دارم. دوست داری؟ آره بله. چون مردم هم کجایی هستی؟ به به کرد فرح خوشحالم. بله. و یه هنر دیگه داره جون. یکی دیگه؟ خسته نباشید. سلام بچه بزرگوار. من بنیامینم. من مستند سازم. برای شیراز داریم یه مستند می‌سازیم. آقا بنیامین من شما رو می‌شناسم. باعث افتخاره. عزیزم سلامتی. مرسی خوبی. ما را حتما پخش کنید. من اسم هنریم امیره. من کلن حالا بچه های مثل شما رو حمایت میکنم. حالا دلی ها نه اینکه مثلا چیزی باشه. ما بیافتیم. امیر آره هستید. عزیزم. چند وقت این کار رو میکنی؟ میخونی؟ قشنگ مشخصه. من حدود 3 سال. دوستم که قدیمی شیراز هستش. آقا مرسام. مرسام هستم. نزدیک 8 سال تو خیابون نوازنده میگیرم. یه جمله باحال موزیکی شیرازی بگو. امیدوارم واقعا همه هنرمندا جایگاه خودشون باشن. ان شاء الله. چند وقت منو پالا داری؟ حدوداً یک سال و نیم میشه. شیراز یکی از شهرهای میتونیم بگیم پاک ایرانه. خیابونای ترتمیزی داره. آدم های گرمی داره و مردم توی این شهر زیاد زندگی رو بگیم خیلی سخت میگیرن. نه اینجوری نیست. توی شیراز من توی همچین اقامتگاهی اقامت دارم. وای اصلا نگم براتون چقدر اینجا بامزه هست. یه جای باحال در قلب شیراز. هر چی بگم کم گفتم. ببین این خونه همسایه است. اینجا دو تا راه پله داره. از اونجا میره بالا بعد اون راه نگاه کنی از اونجا یه کوچه دیگه یه حوض اون وسط هست. اینجا هم که به این صورته. بعد کلی کاشیکاری های باحال. حالا از همه مهمتر اتاق همه. اتاق نشون بدم.
شماره 11 به یه همچین من یعنی مردم برای این تانجه یخچال دارم یعنی به این صورت اسم اینجا اقامتگاه فرو در محله سنگ سیاه هست یه همچین حال هوایی داره اینجا ما یه حوزی داریم فقط معماری رو ببینیم قشنگ شما رو میبره به اون حال و هوای خاص قدیمی توی شیراز بدون استثنا تو هر خونه ای یه درخت نارنج پیدا میشه یا بهار نارنج که تو این اقامتگاه هم به این صورت هست ما اینجا میشینیم صبحونه میخوریم الان هم وقت اکتشاف به خاطر رانندگی های طولانی خود بدنم کوفتگی داره ولی بازم این راهیه که باید من برم نوبت رسید به یکی از بهترین جاذبه‌های گردشگری شیراز به اسم شاهچراغ مطمئنم که خیلیاتون اسمشو شنیدین اینجا که وارد میشین دو تا بازرسی داره اینجا بازرسی خواهران بازرسی برادران اینجا دیگه با اجازتون بعد از کلی تفتیش وارد حرم شاهچراغ شدیم در واقع اینجا حرم احمد ابن موسی هست برادر امام رضا معروف به شاهچراغ که همین جایی هم که میبینید سومین حرم پر اهمیت در ایران هست کلی فضای باحالی داره خانم ها با چادرهای سفید و سیاه آقایون دست به دعا دوستداران دینمون همینجوری که میبینید هستند و گنبد و مناره هاش وارد حرم شدیم این قسمت هم مردم میان زیارت میکنن اینجا خود منبره وجود داره برای احترام به کسایی که دارن زیارت میکنن از دور و خیلی با صدای کم فیلم میگیرم چقدر از زیبایی داخل حرم شاهچراغ به شما بگم واقعا کم گفتم فقط بزرگی لوسترها آینه کاری هایی که اینجا شده خیلی خاصه هر کسی اینجا مشغول یه کاریه یکی نماز اکثرا عبادت میکنن و بعضی هم فکر اینجا یه بخش جدیدی از حرم شاهچراغه که مشخصه یه خورده متفاوته بیشتر سخنرانی اینجا میشه گوستر خیلی بزرگه تو اینجا قرار داره و نوبت رسید به بازارگردی به به اینجا داخل یکی از حجره ها در شیرازی که کلی صنایع دستی من اینجا میبینم و همش هم کار دسته از میناکاری و منبتکاری و خیلی هنرهای دیگه که من اسمشو نمیدونم اینجا وجود داره بزن زنگو باحال نیست یکی دیگه از جاهایی که توی شیراز حتما باید ببینید بازار رنگ و رنگ وکیل شیرازه که از جون آدمیزاد تا شیر شتر اینجا پیدا میشه یا
توی بازار شیراز یکی از باحال‌ترین چیزا رو چیزایی که دیدم. آقا امروز من چقدر سوتی میدم. تو بازار شیراز یکی از باحال‌ترین چیزایی که دیدم اسنک‌های مختلفه. همچین چیزیه شبیه پوپک. آقا اسم اینا چیه؟ اسنک. اسنک. شبیه پوفکه، یه خورده خشکه و حالا بعدک نیست، یه خورده از این به ما بده. آقا یه همچین عطری خریداری شد از بازار شیراز به اسم اونتوس که من طعمشو دوست داشتم. طعم میده، من تستش دوست داشتم. مرسی آقا سعید. یکی از کسایی هستش که در بازار شیراز امرار معاش میکنه، کلی چیز میزن میفروشه. اینا چی هن آقا سعید؟ دونه چندن؟ دونه لواشک هشمانه. خب ما اینا لواشک هن؟ ها. این؟ چنده؟ دهت. دهت و من این چنده؟ اینا رو من ازت میخرم، هم حمایت میکنم. بیا این کلایی که پوشیدی آقا سعید یه توضیح بده این لباس. کلا برای که مثلا مرتب لباس محلی قدیم هم بوده. آه. درسته؟ آه. مرسی. مرسی. قطعاً درباره غذای محلی شیراز شنیدید. کلم پلو که یه همچین شکل و شمایلی داره و بوی بسیار وسوسه کننده‌ای داره. یه همچین کوفته قلقلی این وسطش پیدا میشه. اینو با ماست باید بزنی. اینجایی که میبینید بهش میگن پیاده‌روی کریمخانی یا پیاده‌روی ارگ کریمخان. سمت راستمونم ارگ معروف کریمخان رو ما اینجا میبینیم. در دوین جورونا بعد این ارگ رو قشنگ از اینجا شما میتونید مشاهده بکنید و یکی از جذابترین چیزهایی که این ارگ داره یکی از ستونها یا قلعه هاش به این صورت نشست کرده. نوبت رسید به یکی از اصیل‌ترین جاذبه‌های گردشگری شهر شیراز، ارگ کریمخان زند که یه همچین نمایی داره. اینجا در زمان زندیه جایی بوده که کریمخان زند، عکسش هم این بالا میبینید، خودش زندگی میکرده. در زمان قاجاری فرمانده ها اینجا زندگی میکرده و در زمان پهلوی هم میگن که اینجا زندان بوده. هر کسی که میاد شیراز بدون استثنا از اینجا یه عکسی میگیره. آقای کریمخان در حال جنگ با دیگه بدصفت. کنار ارگ کریمخانی یه بلوار سمت راست و چپش پر از درخت های نارنج که در فصل بهار مطمئنم که اینجا بوی خیلی خوبی میده. آقا سلام. بلوچه هم مرد. خسته نباشه. خوبیتون برم. روبروی ارگ هم اومدن یه همچین المان قلبی رو استفاده کردن. هر کسی که میاد شیراز میاد اینجا وای میسه یه عکس میگیره که در نوع خودش جالبه و کنارش نوشته من شیراز رو دوست دارم. من شیراز رو دوست دارم. در حال گشت و گذار کنار ارگ کریمخان تو شیراز بودیم، با یه دوستی آشنا شدیم، محمد. محمد عکاس. آقا سلام. سلام. خوبی؟ سلام. خوبی؟ محمد اصالت شیرازی داری؟ من اصالتم ترکم، ترک کازرون هستم. یا شاسون آقا. خیلی ممنون. پرچم ترکا بالاست. بعد یه چیزی، اولا یه کلمه شیرازی به ما بگو ببینیم. کاکو. کاکو. بس. از چی شیراز خوشت میاد؟ از آب و هواش. از چیش بدت میاد؟ بازم آب و هواش. بهترین جای شیرازی که دوست داری؟ باغ ارم. چرا؟ یه جای خیلی دنجیه. تر تمیز، تمیز از نظر تو برنامه‌مون هست. و از نظر محیط. و دومیش ارگ کریمخان زند. ارگ کریمخان زند.
یه اقامتگاه دیگه اومدیم به اسم نیایش. نه شما شما بفرمایید خانم. به این صورت کوچه پس کوچه های شیراز و خیلی راغبم بدونم که داخلش چه خبره. سونا جاکوزی هم توی قسمته؟ خب اگه خواستین البته من پذیرشم بگین. آره توی این قسمت الان ساختمون شما عمر بر سونا جاکوزی هم اینجا. بح بح هزینش جداست دیگه. بح آره اوکی اول بریم سونا جاکوزی. آقا خیلی راغبم بدونم این اقامتگاه کجا سونا جاکوزی هم داره. ماشین هم میاد دا جلوش پاکیم اونجا. ما ماشین تشریف آوردیم. بله آوردیم تو پاکیم ماشینو. آره اینجا نمیتونم ولی بیاریم. نه تا اینجا نه همونجا. علی آقا سلام. سلام آقا. آقا سلام. سلام. خسته نباشید. بله بله خواهش میکنم. خیلی خوش آمدید. ببین شما خسته نباشید. خوش آمدید. مرسی. خوش آمدید. خوش آمدید. بفرمایید. زنده باشید. مرسی. خونه همچین حال هوایی داره. یه کوهنوردی کوچیکم بکنیم. پله نوردی. خب بازش کنیم. جایی این هم داخل این اقامتگاه به این صورت صندلی های باز شو یه تخ دو تخ جایی نماز سرویس بهداشتی به این صورت این چیه فقط ای جانم هولست. ببین آفرین حال کردم با اینجا. خیلی حالم با اینجا خوب شد و خوشحالم که حمایتش هم میکنم. اینجا هم میتونید بیای بچه ها. هتل سنتی نیایش شیراز یه میلیون برای دو نفر. یکی دیگه از جاذبه‌های گردشگری شهر شیراز حمام وکیل هستش که به این صورت الان موزه در اومده. خدمت شما مرسی. مایل باشیم ممنون باعث افتخار. اینجا ورودی حمام هستش که مشاهده میکنید. اولش بگم که این حمام هلوشه 280 سال پیش ساخته شده بود و این حمام یه جوری ساختن که از هدر رفتن هوای گرم جلوگیری بکنه. اینجا قشنگ کاملا با تداعی کردن بعضی از مجسمه ها میشه دید که اینا چی کاره هستن. آقای سید بوده درویش داشتن توی حمام بازرگان داشتن که درمای خودش خیلی جالبه. بعد اینجا در واقع یک مکانی حتی برای تجارت هم بوده. ایشون هم اینجا حمال بوده. ایشون ماساژ میداده پهلوانها رو ما اینجا میبینیم. اصلا هر کسی یه قسمت خاص خودش رو داشته. رعیت خان کرد خود خدا. حالا بریم قسمت گرمابش رو ببینیم. حنابندی میشده. عروس خانم اینجا میومده اینجا حناشو میذاشته. بعد از این گرمخانه رو اینجا ما مشاهده میکنیم. آقا دوماد رو هم اینجا میشستن و کل فرایند شستشو اصلاح دندونکش اینجا انجام میشده.
بذار حالا که اینجوری شد یه اعتراف بکنم. من زمانی که 6 سالم 7 یا 5 سالم بود دیگه اون موقع حموم همه تو خونه هاشو نداشتن. مادر من یه بار منو برد به حموم عمومی قسمت زنها. خلاصه اون موقع هم وسیله نبود که مستند چیزی بسازم که حرفم رو اثبات کنم، ولی این اتفاق برام افتاده. شیراز یه درخت باحالی وجود داره به اسم درخت آرزوها، کلی چیزای باحال بهش آویزون شده. یه پرنده هم که به این صورت داخل قفس هستم داخلش میخونه حالش خوبه و این کار باحالیه که شهردار شیراز اومده در یک منطقه توریستی انجام داده. سلام، خسته نباشید. ممنون. اسمتون؟ علی حسینی. اهل کجایی؟ من اهل شیراز. به به. گلستان. گلستان. یه هنرنمایی به ما می‌کنی؟ سلام آقا، خسته نباشید. سلامت باشید. گفتیم تا اینجایی که هستیم سوار یه تاکسی شیرازی هم بشیم که فامیلیتون کوچیک شما زاره. آقا زاره به این صورت راننده یه تاکسی زرد باحال پرایده روایسا. آقا چند سال این کار رو انجام میدید؟ والا 18 سال تاکسی دارم. یه سوال، شیرازی‌ها چه چیزایی رو دوست دارن؟ چی مثلا؟ کلن تو فرهنگ مثلا قلیون دوست دارن، شادی، نمیدونم موزیک، تو فرهنگ شیرازی‌ها همه چیزایی که میگی دوست دارن. همه چه دوست دارن، عیش و نوش و دیگه ما هم عیش و نوش عشرت و بعد قشر جوون الان متفاوت. جوون بیشتر دوست داره. بیشتر دوست داره. و روزانه چند ساعت کار میکنین؟ من تقریباً 7-8 ساعت. این درسته که میگن شیرازی زیاد کار نمی کنن. حالا گفتنش اینجوری نیست، مثلا میگن شیرازی ها آدم های راحتی هن، کم کار میکنن، خوشگذرون، راحت طلب، سخت نمیگیرن. خیلی کم شاد سخت، مثلا توشون باشه که خیلی سخت بگیره و اینا، قضیه رو جدی نمیگیرن زیاد. متوجه شدم. نوبتی هم باشه، نوبت آرامگاه حافظه به این صورت. این خیابونه، جلوش کلی آدم وجود دارن که به این صورت فال حافظ میگیرن. میشه برگشتنی؟ ببن سر خاکش بابا. ببن سر خاکش اونجا بازش کنم با. درسته؟ یه همچین فالگیری، ببخش فال فروشی داریم. این هم که مرغ عشق با مرغ عشق، ایشون هم خوده آقامونه. یه شعر حافظ بخون آقا. بر سر تربت حافظ چون گذری همت خواه، که زیارتگر رندان جهان خواهد بود. مرسی. یه بلیت خریدیم 95,000 تومان و وارد محوطه حافظ شیرازی شدیم. یه چیزی درباره اینجا بگم، قطعا هر کسی توی یک هر ایرانی چند تا شعری از حافظ بلده. شعری که از حافظ برای من خیلی جذابه، الهی پیر میخانه مکن ز عیبم ز میخانه، که من در ترک
پیمانم، دلی پیمان شکن دارم. نوبت رسید به همکلاسی ما که عزیزم تو شیرازم با منه. آقا سلام، میام خدمت. درود بر شما. یه توضیح درباره حافظ میدی؟ حافظ یا لسان الغیب، حافظ شاعر معروفیه که تو تمام دنیا مشهوره و دیوان حافظو که هممون احتمالاً دیگه تو خونمون حداقل یه دونه‌شو داریم. یه شعری از حافظ بخون. دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدن. کنار حافظیه با محمد عزیز آشنا شدیم، یک هنرمند هنگ درام و با پیدا کردن به همین راحتیه. کافیه که بری جلو، یه لبخند بزرگ رو لبت داشته باشی و دستتو دراز بکنی. مرسی. محمد 20 چند ساله، هنرمند هنگ درام. یه روز دیگه در شیراز. شاید براتون جذاب باشه بدونین که شیرازی ها تو صوبونشون یه همچین آشی دارن که معروف به آش شیرازی. این هم صوبونی که اقامتگاه اینجا در فرما گذاشته مقبوله. فضای رستوران سن نگرم برات. آقا این اقامتگاه های سنتی شیراز چرا انقدر با حالا؟ اینجا فقط سالون صوبونه ماست که من میخوام یه تیکش رو به شما نشون بدم. فقط فضا رو داشته باشید. خیلی جوز سپرایزر. از مرکز شهر نزدیک به فکر کنم 10 دقیقه با ماشین رانندگی کردم، رسیدم به آرامگاه سعدی شیرازی. بریم داخل. اول مموری هنسبری، بهارنارنج، دملوش مموری. از آقا سلام، فدات بشم، قربونت برم، خیر مقدم میشه الله. چی میفروشی؟ همین لوازم مترو، لوازم چیا؟ مترو نه، مترو. یه چیز بفروش که به درد ما بخوره. این به درد نمیخوره. یا به جهان خورم از آنم که جهان خورم از او، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از او. سعد یا سیل فنا گر بکند خانه عمر، دل قوی دار که بنیاد بقا محکم از او. تماش از خدا میگه. همین به درد میخوره. دیگه بقیه‌اش
برای ورود به سعدیه یه همچین تیکتی رو از همچین دستگاه هایی باید بگیری. قیمت 5000 تومان خدمت شما. خدمت شما و وارد سعدیه میشیم. اول اینو بگم که یه تفاوتی که بین سعدیه و حافظیه وجود داره، یعنی حافظیه در مرکز شهر، سعدیه یه خورده ازش دوره. نمیشه دیگه شیراز اومد و به دیدن حافظ و سعدی. اومدم داخل مقبره سعدی شیرازی، ولی مهمتر از سعدی من چیزهای دیگر دیدم. کلی بچه های باحال ایران رو من اینجا دیدم که از دبستان زنده باد زنده باد شیطونای شیشتندو. پایین مقبره هم یه نگاهی بندازیم. پایین مقبره داریم همچین چیزیه، یه حوضیه، چند تا ماهی توشه، کلی پول هم به این صورت دیده میشه. و اینجا شبیه یک خلوتگاهیه که خیلی هم میان اینجا میشینن زیر این موسیقی سنتی لذت میبرن. این هم از سعدی. سعدی ها مرد نکونام نمیرد هرگز، مرد آن است که نامش به نکویی نبرد. عزیزانی که شیراز میان، اولین چیزی که از شیراز باید تو چمدونشون باشه همین گل بهارنارنج هستش که اکثرا تو همه جای شیراز هم قابل دسترسی هست. یکی از جایی که تو شیراز دوست دارم کوچه قهرآشتیه. بالاخره تونستم اونجایی که توی شیراز دلم میخواد رو پیدا کنم، یعنی کوچه قهرآشتی. این کوچه یه همچین حال و هوایی داره، باریک به اندازه یک نفر. حالا چرا به اینجا کوچه قهرآشتی گفته میشه؟ اگر بچه ها دقت بکنید این کوچه به اندازه یک نفر فقط جا داره و زمانی فقط در یک جایی از این کوچه احتمالاً که این قسمتش باشه یه خورده پهنه که دو نفر میتونن رد بشن، به این کوچه میگن کوچه قهر و آشتی. به خاطر اینکه اگر دو نفر همزمان یکی از این طرف و اون یکی از اون طرف وارد کوچه بشه، در اونجا روبروی هم قرار میگیرن و مجبور هستن که به هم دیگه سلام کنن. به خاطر همین احتمالاً اسم این کوچه کوچه قهر و آشتی بوده. انقدر فضای این کوچه قهر و آشتی باحال و جذابه که نگو و نپرس. یکی دیگه از گذرگاه‌های تاریخی شهر شیراز محله قدیمی سنگ سیاه هست. فکر کنم دلیلش هم اینه که قدیم الایام اینجا پر سنگ سیاه بوده. به به، سلام علیکم، خوبین شما؟ خسته نباشین، همه چی اوکیه؟ چه لبخند قشنگی دارین. مرسی از لطفتون. ممنون. سپاس. خواهش میکنم. تو داخلش کلی اقامتگاه های
سنتی وجود داره. بچه ما متاسفانه انقدر اینجا بزرگه و وقت ما کوتاه که نتونستیم همه شیراز رو بگردیم، ولی امیدوارم که از این ولاگ لذت برده باشین. اینو بدونین که این کار عشق منه. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. لطفاً حتما نظرتون رو درباره این ولاگ بنویسید و فراموش نکنید که هم سابسکرایب هم لایک کنید تا من هم حمایت بشم. مرسی.